بسم الله الرحمن الرحیم. حضار محترم علمای بزرگوار سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استفاده کردیم از صحبت های جامعه همه دوستان درگاه درمان شخصیت هایی که صحبت کردن تا لحظه. سپاسگزاری میکنیم از شورای اجتماعی برای تحکیم صورت و جامعه مجمعه مدنی چی هست؟ جامعه مدنی افغانستان؟ مجموعه جامعه مدنی افغانستان و کسایی که زمین سازی جلسه شدن تا در رابطه با یکی از موضوعات بسیار بسیار مهم و اساسی و یکی از نیازهای بنیادین جامعه امروز که صلح هست با هم بحث و گفتگو کنیم. خب همه دوستا گفتن و البته ما همیشه در رسانه ها بحث میکنیم ولی ما هم امروز مطرح کردن دوشگان هم مطرح کردن که صلح پایدار یک نیاز است. در این یک شکی نیست، یک بحث نیست، صلح یک نیاز است. اما سوال اساسی است که ما چگونه به یک صلح عادلانه و پایدار میرسیم؟ چی راهکارهای لازم است؟ چی اقدامات لازم است؟ چی موضوعات باید لحاظ شد تا ما به یک صلح پایدار برسیم؟ خب البته با من گفته بودن که بحث انکشاف پروسه صلح و از نشست مسکو از ترویکای گسترده تا نشست استانبول و بحث بگیرم و در رابطه با مسائل همگرایی منطقوی هم صحبت کنم. خب اگر در اون موارد هم فرصت بود تا من بحث میکنم، ولی چیزی که از داخلهای مباحث امروز به میان آمد پیدا شد یه است که ما باید به صورت جدی از خود بپرسیم که وقت صلح نیاز اساسی ماست. وقتی همه ما از خود و بزرگ، عالم و عامی، زن و مرد، پیر و جوان میفهمیم که صلح خوب است و حمایت میکنیم از صلح، باید از خود بپرسیم که صلح چی است و چگونه ما به یک صلح عادلانه میرسیم. و در تاریخ افغانستان، دست کم در تاریخ چهل و چند ساله افغانستان، چه مواردی به عنوان عامل جنگ مطرح بوده تا ما اونا را رفع بکنیم و به یک صلح برسیم؟ من فکر میکنم که در میان بسیار عوامل دو تا عامل بسیار کلان و اساسی و کلیدی در افغانستان وجود داشته که ما برخلاف سایر ملل جهان و کشورهای جهان صلح نداشته باشیم و همیشه با خود در جنگ باشیم و کشور خود را ویران کنیم و در یک ویرانگری تمام عیار به سر ببریم. دو تا عامل بسیار عمده و کلان بیشتر وجود نداشته. یک، ما یک مکانیزم روشن و واضح و قابل قبول برای احراز قدرت در افغانستان نداشتیم. در تاریخ افغانستان، اگر شما تاریخ افغانستان را مطالعه بکنید، وابستگی هایی که با قدرت های خارجی در افغانستان با وجود آمده، عوامل از اونها رو ببینید، جنگ های خانوادگی که بوده بین برادران و خانواده ها و اقوام طالب قدرت در افغانستان، همش به این دلیل بوده که ما یک مکانیزم روشن و استاندارد قابل قبولی که دنیا به او رسیده و از او طریق بحث دسترسی و قدرت و احراز قدرت را به صورت عادلانه حل کرده، ما به این توجه نکردیم. و به این دلیل وقتی جنگ شده، وقتی با هم سر قدرت نزاع کردیم،
یکی وابسته شده به قدرت خارجی و خود را به دامن قدرت‌های خارجی انداخته و گفته که از این طریق قدرت را به دست می‌گیریم، یکی به دامن مسائل قومی افتاده و تعصبات و شکاف‌های قومی را دامن زده و سیاست‌های قومی روی برده و دلایل مختلفی وجود داشته که ما به این روز رسیدیم و در طول چهل سالم چه چند سالم واضح است که همین وضعیت ادامه داشته. بنابراین وقتی ما میگیم صلح عادلانه شود و این صلح عادلانه تنها یک معامله سیاسی نیست، تنها خاموش کردن موقتی صدای سیر تفنگ نیست، صلح عادلانه معنیش این که ما یک مکانیزم روشن و قابل قبولی برای دستیابی به قدرت و احراز قدرت داشته باشیم که در اون فرصت‌های برابر برای همه طالبان قدرت با وجود بیاد. یعنی انتخابات. انتخابات یکی از موضوعات مهم و اساسی است که در دنیا تجربه شده و جواب درست داده و نزاع و جنگ و خشونت را از طریق برای احراز قدرت از بین برد. هر کسی که طالب قدرت بوده برنامه های خود ارائه کرده و مردم مراجعه کرده، خود را در معرض آرای مردم قرار داده، اگر مردم میخواسته قدرت را گرفته و هم به صورت موقت در یک زمان محدود و در صورتی که خرابی میکرده در دوره بعدی مردم به رأی نداده و این قدرت به چرخش افتاد. این مسئله مسئله بسیار اساسی. هیچ کسی اینجا علمای بزرگوار نشسته است، من هم یک مسلمان است، یک کسی که تاریخ اسلام را مطالعه می‌کند، کسی که فلسفه اسلامی را مطالعه می‌کند، کسی که کلام اسلامی را مطالعه می‌کند، کسی که معتقد به دین است، من هم می‌فهمم. هیچ عالمی، هیچ کسی نمی‌تونه ادعا بکنه که مراجعه به آرای مردم و این که مردم خودش حاکم خود انتخاب بکنه در تضاد با دین است. هیچ کسی نمیده. تاریخ اسلام هم نشان میده که ما یک مدل ثابت نداشتیم. مولوی سید نوری اشاره کرد. حضرت محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مطابق عقیده اهل تسنن بعد از اینکه وفات میکنه و رحمت حق میشتابه، چرا نگفته که این فرمان خداست، من رسول خداستم، اینی احمد و محمود باید به اینی شکل قدرت را بگیرم مطابق عقیده اهل سنت؟ درسته در عقاید اهل تشیع مباحثی در این راستان مطرح هست و بعد من در جلسه قبلی هم گفتم مجبور میره تکرار کنم، بعد از اینکه حضرت رسول رحلت می‌فرماید، بزرگان صحابه را کی گفت که شما بیاین جمع شوین؟ کی اونا را منصوب کرد؟ کدام مرجع بالاتر؟ حضرت پیغمبر خودش منصوب نکرده بود که اگر من از میان شما رفتم، شما آقایان احمد محمود بیاین در مورد خلافت و جمع‌شوی بحث کنید. اونا خودشان با عنوان یک نیاز اجتماعی و یک نیاز سیاسی جمع شدن و در رابطه با بحث جانشینی حضرت پیغمبر و صورت با منطق انسانی خود، با عقل عرفی خود، با نیازهای اجتماعی و سیاسی جامعه اون روز خود بحث کرد. هیچ استدلال فراعقلی و فراعرفی اونجا وجود نداشت. هیچ کسی نگفت مرا خدا تعیین کرده، هیچ کسی نگفت مرا رسول خدا تعیین کرده، همه گفتن به این دلیل باید ما باشه. دیر شما میفهمید مباحثی که در صحیفه بنی ساعده هست در دسترس هست، همه استدلال عقلی و عرفی میکردن. انصار میگفتن مال ماست خلافت، چون ما اسلام زنده کردیم. مهاجر میگفت مال ماست. سرانجام قریشی ها گفتن مال ماست، چون ما بزرگترین قبیله هستیم و حاکمیت قبایل دیگر ما قبول نمیکنیم. در ذات اسلام که چنین چیزهایی نبود، اینا با خاطر مساله جامعه اون روز خود بست کرد. این یک بس. در چهار مورد سرد، چهار خلیفه در جریان
حدود نیم قرن چهار بار قدرت دست بدیش شده با چهار روش دست بدیش. کی میتونه اینا رو انکار کنه؟ خلیفه دوم توسط خلیفه اول منصوب شد. کی گفته میتونه که روش در خلیفه اول او بود؟ مردم آمدن اجماع کردن، یعنی یک کم شدن، خلیفه اول انتخاب کردن. چرا خلیفه اول دوم به این شکل انتخاب کرده؟ کی گفته میتونه که اگر دین گفته بود خود دین یک روش میگه، چهار پنج روش کم زمان نمید. و اگر گفته کجاست؟ بیارین اما نستش رو بیارین، در کجای قرآن، در کجای صحبت رسول. و آمدن انتخاب کردن، چون فکر میکردن که مساله جامعه عموم روز اجاب میکنه که خلیفه دوم خلیفه کرده. خلیفه دوم، خلیفه سوم، شش نفر از بزرگان صحابه را باز خودش انتخاب کرد که اینا خلیفه را انتخاب کرد. و بعدم تعیین کرد که اگر آرا مساوی بود، رأی فلانی میتونه تعیین کننده باشه. خلیفه چهارم بعد از یک خلیفه سوم شهید شد و میان رفت، مردم آمدن به دروازه خلیفه چهارم، هیچ کسی مردم را روان نکرد. یک جمعی مردم عامی عادی تودر آمدن دروازه خانه، گفتن که تو باید به این خلیفه شد. از این خاطر است که در اسلام یک چیز مهم است، در بشر، در انسان، در جهان یک چیز مهم است که حاکم باید بر اساس نظر حکومت شوندگان تعیین شد. حالا اگر حکومت شوندگان مسلمان بود، که ما الحمدلله مسلمانیم، همه ما افتخار میکنیم و میگیم 99% مسلمانیم، و شوخی میکنم بعد از اینکه اهل هنود و اینا را از جنگ و ترس و وحشت و تبعیض خراب کردن، شاید از 99% هم ارتقا کرده باشن. ما که 100% مسلمان، از چی نگران باشیم؟ ما مسلمانیم، رای میدیم که احمد محمود بر ما خوبتر ارائه خدمت میکنم. کار سیاسی، کار دولت، کار ارائه خدمت از چیز دیگه نیست. و این کجایش با دین در تضاد است؟ این کجایش با اسلام در تضاد است؟ باید بحث کنم. در طول تاریخ اسلام از صدر تا کنون روش های مختلفی بوده، تحولات مختلفی بوده، تطورات مختلفی بوده، امیال هست در جهان اسلام. کدام روشی واحدی هست که همه سر از اجماع داشته باشه؟ حتی یکی از فرق اجماع داشته باشه، حتی اهل سنت اجماع داشته باشه، یا تشیع اجماع داشته باشه. بنابراین اصل عدالت، اصل احترام و فرهنگ اسلامی، زمینه سازی برای پرستش خداوند یکتا، توحید، توحیدی، ای در اسلام مهم است. دیگر حاکم مسلمان باشد، کفرش صریح نباشد. هیچ کسی تا زمانی که کفرش صریح نباشد، کسی را متهم با کفر کردن نمیتوند. هیچ کسی. شما ببینید کلام و فقه حضرت امام بابا حنیفه را ببینید، شرط اسلام بودن چقدر چه رقم است. کی گفته میتونه که تو این نظر مرا قبول نکردی، تو کفر هستی، من تو رو باید بکشم؟ تو چیز نیست. در اسلام هیچ گناهی بزرگتر از بجز شرک به خداوند بزرگتر از کشتن مسلمان نیست. ما با چی مجوزیم؟ با چی دلیل خون انسان و مسلمان جاری میکنیم؟ در کشورهای اسلامی کی خون جاری کرده؟ خب درست عوامل خارجی هم بوده، از دست خود ما بوده، زمین ما حاصل خارجی رو آماده بوده برای ما. یک دیگر خود کشتیم. گفتن مولوی صاحب که دو طرف میزنیم خون جاری میکنیم. بنابراین اینا همه برای قدرت است دوست عزیز. گاهی قوم وسیله میشه برای از اینکه قدرت رو بگیرم، گاهی دین رو وسیله جور میکنم، گاهی مذهب رو وسیله جور میکنه. و این بزرگترین ظلم به دین و مذهب است، بزرگترین ظلم که ما به نام دین، برخلاف دین، برخلاف آموزه های اساسی دین، مسلمان کشی برای بیاندازیم به خاطر اینکه ما از قدرت باشیم. هیچ ظلمی بزرگتر از این نیست. این یک مسئله است که اگر ما این را حل نکنیم، یک مکانیزم روشن برای احراز قدرت نداشته باشیم، صلح نمیاد. عمل خود مساوی با دین بگیریم، صلح نمیاد. تاریخ فقه اسلامی، اصول فقه، شکلگیری فقه، شکلگیری اصول فقه در جهان اسلام به چه شکل آمده؟ شما میفهمید. صدر تا امروز بیاید بررسی کنید. هر لحظه بر اساس
شرایط اجتماعی تطور کرده، تحول کرده، قوانین اجتماعی را به کاملا نمیشته و راز و رمز جاودانگی اسلام دهی است که ساکت نیست، ثابت نیست، سنگ شده نیست، متحول است. از این خاطر یه دوم بحثی است که عدالت که نبود صلح نیست. جامعه ای که مبتنی بر تبعیض باشد و تبعیض رو سواشده باشد و در قانون از اون، در ساختار از اون بخشای از جامعه تحت عنوانی که تو متعلق به فلان قومی محروم شد، تو متعلق به فلان جنسیت محروم شد، تو متعلق به فلان زبان محروم شد، از آموزش محروم شد، از اقتصاد محروم شد، از دست یابی و قدرت محروم شد، از مشارکت محروم شد، این صلح نمیاد. هر چی که شما دادم بزنید ما صلح میخواییم اینا معنا پیدا نمیده. شما صلح میخواییم راه صلح جا بری پیدا. اگه این شما به هیچ صورت صلح نمیاد مطمئن باشید ما باید به جامعه عاری از تبعیض بسازیم، جامعه ای که فرصت های برابر در اون باشه. در جامعه جامعه دموکراتیک به صورت برابر نمیشه به همه امتیاز داد. مثل که در یک مکتب اگر کسی نمره میگیرد نمیشه که همه رو نمره برابر داد. این باز خودش ظلم است، عدالت نیست. در یک مکتب، در یک صنف فضا و فرصت برابر یک آموزگار برای متعلمین فراهم میکنه که همه بتونه در یک فضا و فرصت برابر آموزش ببینه. منظور دیگه گناه سیستم نیست. در دموکراسی هم بگذارید هر کس حق داشته باشه خود در معرض آرای مردم بگذارن. زن، مرد، شیعه، سنی، هزاره، پشتون، تاجیک، ازبک، نورستانی، پشه‌ای. اگر مردم انتخاب کرد، 50% مردم مسلمان یک کشور انتخاب کرد، باشه احترام بگذارید. رای حلی نیست که در قانون ما قبل از قبل از قبل قید کنیم که آقای فلانی چون اینی رقم است، مذهبش اون رقم است، نمیتونه کاندید شه و نمیتونه رئیس جمهور باشه، اون چون خانوم است نمیتونه کار کنه در دولت، اون چون به این زبان صحبت میکنه نمیتونه کار کنه. اینا در جامعه امروز دیگه، در دنیای امروز، در بشریت امروز اینا جایگاه نداره. از این طریق شما به صلح نمیرسید. وقتی میخواهید صلح باشه، علمای بزرگوار که نقش اساسی دارید، منبرداران هستید و تریبونداران جامعه هستید، مردم هم باید حرف شما گوش میده. بین اینا رو بس جامعه بدون تبعیض، جامعه بدون تبعیض جامعه است که خواست اسلام. اسلام عدالت را پیش از هر دین دیگری فریاد کرد و بعضی مسائل اجتهادی که علما اجتهاد کرده و اختلافی هم است اینا رو مبنا قرار ندید. اصول، اساس، توحید، اصل عدالت، نص نستم که در خیلی جاها مثلا قرآن آیات متشابه و آیات محکم و متشابه دارد. در طول تاریخ تفسیر قرآن حتی در تعیینی که کدام آیه متشابه است، کدام آیه محکم است اتفاق نبود و در تفسیر آیات متشابه اتفاق نبود. بنابراین در اونجایی که اتفاق نیست یک دیگر خدا نکشیم بیاریم نظریت دیگران باشه. این عین اسلام هست. شاید هم هنر قرآن همی باشه که هر کسی به قول مولوی، هر کسی از زن خود شد یار من، پس نجست از درون من نجست اسرار من. باش که شعر مولوی را اشتباه تلفظ نکنم که چی نشد. یعنی رقم است که به ایره بحث کنیم یک جامعه عاری از تبعیض داشته باشیم که به لحاظ ساختاری، به لحاظ قانون و به لحاظ سیستم ما فرصت های برابر برای همه مردم افغانستان از هر قشر و طیف و پیر و جوان و عالم و عامی و زن و مرد و شیعه و سنی فراهم کنیم تا صلح بیاید. غیر از او صلح نمیاد، با این شعارها صلح نمیاد. درون ما پر باشد از کینه و کدورت و در شب در صدد ازی باشم که چطور توطئه کنم که فلانی را از صحنه بیرون کنم. با این صلح نمیاد. هر چه شعار بدین در رسانه بیرون داد بزنیم. چرا ما عقب مانده به مردم افغانستان؟ خدا که ما را عقب مانده ختم کرده. ما مثل یک نگین انگشتر
برین پاکستان رو ببینید، برین ایران رو ببینید، برین آسیای میانه رو ببینید. تا چند سال پیش زیر سلطه اتحاد جماهیر شوروی بود. به لحاظ انکشاف، توسعه، تعلیم، تحصیل، انسانیت، مروت، مدارا، ببینید ما در کجا رسیدیم، چرا این رقم هستیم؟ پول میسازیم و ایران میدیم، مکتب میسازیم و ایران میدیم، یک دیگر رو میپوشیم، وام در کمر خود بسته میکنیم، در میان جامعه بیگناه، زن، مرد، طفل، وام رو منفجر میکنیم. من خودم، مردم خود با شکل فجیع تکه تکه میکنیم. اینا دلیلش است که ما هنوز قناعت نکردیم که بر اساس یک سیستم عادلانه مسائل و منازعات خودم حل کنیم و قناعت کنیم. در هرچی که ملت به هر کس رای دادن هم با شعار میشه. انتخابات های ما مسخره است، مزخرف است. به نام انتخابات به این صندوق پر میکنیم. در هیچ جای دنیا هم نیست. انتخابات کنیم، انتخابات شفاف، عادلانه، اصل یک نفر و یک رای باید ثابت باشه. هر کس رای بده، هر کسی آب از دنش هم شد باشه، روشش باد. واضح بسازیم که انتخابات ما درسته. سیستم هست در دنیا. سیستم را تطبیق بکنیم. وارد بس انتخاباتی نمیشه. من خیلی مطالعات زیاد کردیم برای انتخابات که چرا انتخابات های ما اینطور میشه و چراهایی داره. ولی گوش شنوان وقتی گفتیم باز مثلا شکل دیگه. این دو تا موضوع از موضوعات اساسی است دوستا. اگر میخواید سلط شد هم جامعه مدنی هم علمای بزرگوار در این موارد به این سهم بگیرد. سهم بگیریم که حداقل فرصت‌های برابر باشه و ساختارهای ما عادلانه باشه و مکانیزم احراز قدرت روشن باشه، شفاف باشه برای همه. فردا طالب آمد به انتخابات کنه، شفاف باشه، عادلانه باشه، فکر خود را تبلیغ کنه، آزاد باشه فکرش. اگر مردم به او فکر را دورای داد قبول کنیم. ما هم فکر خود را تبلیغ میکنیم که فکر ما با طالب ها فرق داشته باشه. اگر مردم مثلا با ما رای داد، رای داد مردم مسلمان، همه ایشان عاقل است، همه ایشان دین داره. از نو که مسلمان نمیشیم ما. آیا ما بعد از حضرت پیغمبر، بعد از 14 قرن پس میخواییم از نو مسلمان شدیم؟ مسلمان های افغانستان که نه، مسلمان های جهان که نه. میخواییم که مسلمان بودیم با هم زندگی کنیم، راه باشه که با صلح با خود زندگی کنیم، با صلح با دنیا زندگی کنیم. این یک گپ. گپ دوم که چه اتفاقات افتاده، طولانی صحبت نمی کنم، کوتاه صحبت می کنم که خسته کننده نشه برای شما. بحث مسکو اجلاس ترویکای گسترده در روسیه. روسا ترویکا جلسه سه جانبه رو میگه، جلسه سه عضوی گسترده که میگه به خاطر که 6 جانبه شده بود. حداقل آمریکا، چین، روسیه، پاکستان، ترکیه، قطر به اشتراک داشت. به اون خاطر این جلسه ترویکای گسترده نام گرفت و بسیار جلسه مهم بود. اگرچه جلسات بین الافغانیش چندان با دستاورد نبود، خوب نبود چندان، رجزخانی های وجود داشت، مسائل بودن که واقعا آدم میفهمه که هنوز هم کسی عزم برای صلح نداره. ولی چیزی که مهم بودی بود که به صورت خاص 4 کشور عمده که بسیار نقش عمده داره در صلح و بعد هم 2 کشور دیگه ترکیه و قطر در رابطه با صلح افغانستان به جنبندی نسبتا واحد رسید. بسیار یک گام اساسی. گام اساسی دومی که برداشته شده در امتداد از او بعد از او ای است که باید بازیگران عمده منطقوی و جهانی دیگری که تا هنوز شریک نبود، در ترویکا نبود، اینا هم باید در رابطه با موضوع صلح افغانستان به جنبندی واحد برسه زیر نظر سازمان ملل متحد و دلیل مشروعیت که سازمان ملل متحد داره. بازیگران مانند ایران، هند، اتحادیه اروپا و احیانا کشورهای دیگری که بسیار رول اساسی و مهم داره باید افزوده شد به این 8 کشور و اینا توافق بکنه که قصه افغانستان چطور حل شد. قصه افغانستان راه حل نظامی نداره. با
باید از طریق راه حل سیاسی حل شود و اینا باید در رابطه با چگونگی این راه حل سیاسی و یک اجماع نسبی و با یک توافق نسبی برسند. که در این روزها تلاش وجود داره که این کار صورت بگیره و سازمان ملل متحد یک نماینده خاص به نام جان آرنو است، آرنولد است دائرا تعیین کرده که این وقتا کار در این راستا ادامه داره. اجلاس ترکیه معلوم نیست، تاریخش هنوز اعلام نشده، احتمالا در ظرف هفته های آینده برگزار شد، ولی هنوز مادم به صورت قطعی نمیتونه بحث کنه. در اجلاس ترکیه قرار است چیزی را که عزم جهانی و منطقوی و داخلی اینا هست که قصه افغانستان را جمع بکنه در اونجا و یک توافق برسه. در اونجا دیگر یک آجندایی که اجزا داشته باشه که صلح و مثلا ساختار دولت و اینا به این شکل ها بس نخواهد شد. اول ذهنیتی است که سطح بحث بالا بره، رهبران دو طرف هم اشتراک کنه، سازمان ملل متحد اونجا باشه، کشورهای منطقه حاضر و ناظر باشه، در بعضی موارد احتمالا تأثیر کننده و یا حتی میانجی، و در سطح درجه اول از هر دو طرف شخصیت ها حضور داشته باشه. یک دومی که در رابطه با یک سند واحد یک پکیج بس بوده، یک پکیجی که او همه مسائل و عناصر مهم صلح و ثبات در خود داشته باشه، از مسائل اساسی که ما دستاوردها میگیم یا ارزشها میگیم یا حقوق اساسی شهروندان میگیم یا مسائل مختلفی از این دست، اید و پکیج باید باشه، نوعیت نظام پس از صلح باید باشه، نوعیت مشارکت در دوره انتقال و مکانیزم انتقال باید دو باشه، بحث تضمین های بین المللی باید دو باشه، بحث ملکی سازی اتمام مجدد نیروهای مسلح باید دو باشه و بحث های مختلف دیگری که مرتبط است به صلح از صدر تا زیل در قالب یک پکیج، در قالب یک سند تحت عنوان سند موافقتنامه صلح باید مورد بحث قرار بگیره و قبل از او هم باید این سند مورد ارزیابی قرار بگیره و نهایی شد و امضا شد. ذهنیت است، ولی من نمیگم که این کار حتما میشه، چون قصه افغانستان بسیار پیچیده است، ابعاد مختلف داخلی و منطقوی و بین المللی داره. امیدواری هست که این کار شود، ولی هنوز اطمینان وجود نداره که میشه یا نمیشه. به این شکل قرار هست که این کار رد بگیره و بخیر ما از این جنگ چند ساله رهایی پیدا کنیم. در اینجا نقش مردم بسیار مهم است. ما رئیس اشاره کردم که دو طرف است، هر دو با هم جنگ میکنه، گفتگو میکنه. البته یک چیز معمول است در جهان، فقط دو طرفی که با هم جنگ کرده با هم صلح میکنه. به این معنا نیست که نفرهایی که با هم جنگ نکرده صلح میکنه، یعنی کرده که صلح کار نداره، این معمول است. ولی طرف سوم میره که میگه جناب مولای سردار مشارکت طرف سوم میتونه مردم افغانستان باشه من حیث ناظر، نه من حیث فیصله کننده، چون مردم نمیتونه جمع شده 34 میلیون، بازم از نمایندگی از مردم 34 میلیون سخت است که نمایندگی کنند. اون سخت است، مردم، جامعه مدنی، علما، اقشار، زنان، جوانان میتونه به حیث ناظر و جانب سوم حاضر باشه، ببینه که کی صلح میخواه، کی صلح نمیخواه، طرحی کی درسته، طرحی کی نادرسته، کی خواهان یک صلح عادلانه یا کی خواهان صلح عادلانه نیست. و اینا از طریق فشار، از طریق مدیا، رسانه‌ها، تجمعات میتونه این روند متأثر بسازه و جاهایی که خراب است را اصلاح بکنه. یک جانب سوم، جانب سوم دیگه جامعه بین المللی است، سازمان ملل است، کشورهای دخیل در قضیه است که اونا هم میتونه در این قسمت من حیث جانب سوم ناظر بر مسائل باشه، ناظر بر روند باشه، ناظر بر گفتگوها باشه و کسی نگذاره که به عنوان صلح ارزشها قربانی شود، پس ما در کام تبعیض و ستم دیگه بیفتیم و یک جنگ ویرانگر دیگه را بفته، اینا هم میتونه ناظر باشه. این بحث هم هست، خدا کنه که صلح شود. همه ما خداوند خواهان میکنیم، استدعا میکنیم که
و حال مردم ما رحم کنه و ما را از این وضعیت فلاکت و بدبختی اندوزی نجات بده. دکتر سیفیز مسامر اشاره کردن یک نسل تقریبا دو نسل سخت در بین این آتش و جمع تحصیل نتانستی از صحت و صحت و خدمات صحی دست بسی نتانستی از گرسنگی مرد ای از وحشت دوانی شد ای هم بیخی مکمل تکتکه شد از بین رفت دیگه تا خیلی جنگ کنیم این کشور با جنگ مشکلش حل نمیشه اگه میشد نه ایچه 50 سال میشد 50 سال دیگه هم جنگ کنم مجبور پس میاد در این نقطه که با هم گفتگو کنیم ما شما میتونید که اگر طالبا گفتایی نادرست در فشار بدید و طرف حکومت نادرست گفت در فشار بدید و در همه این مسائل انصاف و عدالت را و ثبات آینده را و عوامل ثبات ساز را شما من حیث خودنمای کار و عمل و نظارت و مؤثریت کار قرار بدید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.